با وجود تلاش جامعه جهانی مبنی بر ترغیب ایران جهت خودداری از حمله احتمالی علیه اسرائیل، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید که پاسخ تنبیهی حق ملت است. در این حال قصر سفید هشدار داده است که ایران و گروه‌های نیابتی آن کشور در منطقه ممکن در جریان این هفته بر اسرائیل حمله کنند. همکارم سید عزیز الرحمن با ماست با شرح بیشتر. آقای عزیز، انکشافات اخیر در قبال تهدید ایران نزد شما چیست؟ خب، تهدید ایران مبنی بر انتقام گیری از اسرائیل به خاطر کشته شدن رهبر حماس در تهران همچنان ادامه داره و رئیس جمهور ایران در یک تماس تلفنی که با صدر اعظم بریتانیا داشته گفته که پاسخ به اسرائیل یک شیوه یا یک راه به خاطر توقف دادن پرخاشگری ها در آینده می باشه و امروز حکومت ایران او خواست برخی از کشورهای اروپایی را نیز رد کرد که در این خواستی کشورها از تهران خواسته بودند تا خشتنداری کنه، لیکن امروز تهران گفت که این خواست فاقد منطق سیاسی می باشه و در تناقض با اصول بین المللی قرار داره و اینجا واشنگتن به این باور است که پاسخ ایران ممکن یک مجموعه از حملات قابل ملاحظه هم از جانب ایران و هم از جانب گروه‌های نیابتیش در برابر اسرائیل باشه. I would repeat what I said earlier that we share the same concerns and expectations. چیزی را که قبلا گفتم تکرار میکنم و آن این که پیرامون زمان احتمالی حمله ما نگرانی و انتظارات مشابه شرکای اسرائیلی خود را داریم. میتواند این هفته باشد. ما به نظارت بسیار نزدیک از آن ادامه میدهیم. در حال حاضر دشوار است تا در مورد چگونگی حمله از جانب ایران یا گروه‌های نیابتی آن چیزی گفت، ولی ما باید برای هر چیزی که میتواند یک مجموعه قابل ملاحظه حملات باشد آماده باشیم. به همین دلیل ما قابلیت های دفاعی در منطقه را حتی چند روز قبل افزایش دادیم. برخی از منابع میگن که حمله احتمالی ایران و مذاکرات آتش بس هم بستگی دارد. در این مورد چه معلوماتی داره؟ در این مورد خبرگزاری رویترز به قول از سه منبع ایرانی امروز گزارش داده که تنها موفقیت دور بعدی مذاکرات آتش بس میتونه که مانع حمله مستقیم ایران بر اسرائیل شود. البته در از جمعی منابع دو منبع را هم گفته که ایران میخواهد تا در این دور بعدی مذاکرات آتش بس شرکت داشته باشه و نقش داشته باشه و یک هیئت را بفرسته. با گفته این منابع این هیئت در مذاکرات یا در مباحث مستقیم مذاکرات حاضر نخواهد بود، بلکه در فعالیت های پشت صحنه نقش خواهند داشت. البته قابل یادآوری میدانم که تاکنون نه واشنگتن نه اسرائیل و نه هم خود حکومت ایران در مورد این خبر یا این گزارش چیزی نگفته و دور بعدی مذاکرات همچنان قرار است که روز پنجشنبه یعنی به تاریخ 15 آگوست ممکن یا در قطر و یا در مصر برگزار شود و واشنگتن امیدوار است که همه طرفهای دخیل در این دور شرکت کنند تا به یک توافقنامه آتش بس بالاخره به توافق برسند و این توافقنامه را نهایی کنند. ممنون و سپاس از شما. تشکر.